أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحلزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحلزي وموئلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز،
امشب در میمانی که از طرف قاری صاحب خالد به خاطر نامزاتیشان صورت گرفته و اینجا استادای معظم بزرگ اینجا تشریف دارن که یک یکی از اینا را باز خودشان خودم معرفی میکنن. موضوعی را که خواستیم سرش زیاد بحث بکنیم این است که از مدت 10 سال است ما وقتی که در افغانستان آمدیم بعد از اینکه تحصیلاتم خلاص شد و در هر مجلس ما مقاومت کردیم و گفتیم که در اسلام نیمه روزه، نیمه نماز، نیمه کلمه، نیمه حج وجود نداره. لکن دیدیم که از طرف بسیاری از شیخا و از طرف بسیاری از دوستای ما در مقابل ما جبهه‌گیری شده و گفته که در این کشور تنها تو عالم هستی، در این طول 10 قرن کسی چیز نگفته و این رواج ماست. بخاطر از اینکه براتان ثابت شده که نیمه نکاح چیز اسلامی نیست و در اسلام نیمه نکاح وجود نداره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و صاحبین رحمهم الله تعالی و دیگه مذاهب اهل سنت و الجماعت در هیچ کتاب فقهی ما چیز را به نام نیمه نکاح نخواندیم. این عالمه یک یک از علما برشان وقت میتونیم به دو دقیقه گپ بزنن و بگن که چیزی به نام نیمه نکاح در اسلام است. اول شروع میکنیم از دکتر سیب عاطف، رئیس جمعیت اسلام و انکشاف اسلامی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که استاد عزیز فرمودن، در اسلام چیزی با نام نیم وجود ندارد و نکار تعریفش در شریعت اسلامی ایجاب و قبول هست و این نصف شدنش ممکن نیست. اگر قرارداد وجود داشته باشه، یک طرف جواب خواه باشه و دیگه طرف قبولش نکن و وقت قرارداد نمیشه. نکاح مهمترین قراردادهای انسانی هست که انسان باید متوجه ازی باشه که یک معامله کاملا 100% تمام شده باشه. وقتی که انسان به شک و تردد پیش میره، اونجا محرمیت حاصل نمیشه، اونجا رفت آمد درست نمیشه. هیچ چیز به نام نیمه نکاح نبوده. ما در شریعت اسلامی خود در ایجاب و قبول نصفه نداریم، بلکه همه کامل میباشه. و ما با بعض از عادات دیگه از مذاهب و اقوام متاثر شدیم که اونها میخوان ادمی حلال حلال خود را حرام بسازن بعد از او استفاده بکنن. بنان ای از مسائلی است که واقعا باید علما عزیز ما در کشور سر از این مسئله بحث‌های علمی تقدیم بکنن که ملت ما از این مصیبت خلاص شود که بنام نیمه نکاح و نام یک قرارداد دروغین باشه و نکاح فاسد حرکت میکنن و این فساد را از نظام اجتماعی خود برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خو په دې حق لبا نه دالم لري زل دي الله ما تغيير زره معرفي کوي رفيع الله عطا رفيع الله عطا السلام رفيع الله عطا د سلام د لوړ زده کړو مؤسسه کې کار کوم د اداري مرستيال په توګه باندې او زه هم د مدرسې نه فارغ یم او هم د اسلام آباد د بین المللي پونتون د ډاکټرۍ د مر مرحله نه فقه او قانون کې ډاکټرۍ لرم زده کړې نه فارغ یم. اسلام کې چې ستاسو ما ته خدا ډېر ناشنا خبره ښکارا شو. الحمدلله په مشرقي کې خو په عامه توګه باندې په خاص توګه خو په ننګرهار کې ویل شم صافي سي په کونړ کې داسې نیمه نکاح پیژنې نو نه پوهېږم کېدی شي دا په کابل یا ځینې نورو منطقو کې به دغه دا ما ته بالکل ناشنا ښکارېږي چې نیمه نکاح دي او نیمه کلمه او نیمه د شیان. زه ته د تعجب کوم ما ته نه ډېر ناشنا وه. زه خو یوازې دا نه چې ما خپل تحصیلات په فقه او دغه کې کړي دي او ټول د علماو سره پاتې شوی یم. یعنی د کوچنیتوب نه ما د فقه مې د خپل پلار سره ویلي او پلار مې د نیکه سره ویلي او نیکه مې د خپل غور نیکه سره ویلي. یعنی معنا دا چې دا شیان موږ نه دي اورېدلي، دا ډېر ناشنا خبرې دي. ما مطلب دا چې ما سمعنا هذا في اهل الاسلام المختصر المفيد. په اهل اسلام کې ما هغه موثوق علما محدثین کرام دا پوهان صاحب زما استاد دي، تاسو خو موږ ته دا خبرې رواجونه نه دي راښودلي دي. نو دا مختصره خبره وه. زما نوم احمد الله دی، صافی تخلص کوم او د اصلاح دارالمعلمین مسؤلیت مې په غاړه دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مدرسې نه فارغ یم. زه هم د ډاکټر صاحب خبرې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وفرمایل همدغسې تاییدومه. دا اولنی ځل دی چې زه د دې کلمې سره مخامخ کیږم او یا د دې پوښتنې سره مخامخ کیږم. یقینا موږ په دې نامه باندې
دسې یوه فیصله یا یوه فتوا یا یوه خبره حتی سوال هم زموږ په مخ کې کله نه دی مطرح شوی چې ګوندې نکاح دې نیمه شي او نیمه دې په یو وخت کې عقد وشي او بیا د نیمه عقد دې بیا معطل پاتې شي او هغه دې بیا بل وخت کې تکمیل شي. نو په دې نوم باندې نه تر اوسه پورې نه سوال ما سره مطرح شوی دی او نه هغه معلوماتونه چې موږ د فقهاونه او یا د علماونه زده کړي دي او یا هغه فتواګانې چې د علماونه موږ اورېدلي یا هغه نکاحګانې چې موږ بسته کړي تر اوسه پورې خپله په عقودو کې حاضر شوي د علماو منځ کې حضور هم پیدا کړی دی. نو نه دلیدلی په دې نامه باندې نکاح او انشاءالله زموږ په شریعت کې به څوک ثابت هم نه کړی شي چې په نیمه نکاح باندې دې څوک حکم وکړي او دا دې څوک خلک ثابت کړي. ما سید انور نام ماسته، مشهور به ابو الابرار هستیم، از مدینه منوره فارغ شدیم. تقریبا مدت 20 سال است که تدریس در پانتونه داریم، در پانتونه امام بخاری پشاور، والدم پانتونه سلام و پانتونه البرونی تدریس داریم. و نکاحی که به نام نیمه نکاح است، اصلا ما می معنیش را نمیفهم که نیمه نکاح چه مقصد است، چه مراد است. آن شما علما هستیم نیمه نکاح را نمیفهمیم. اصلا که نشنیدیم که نیمه نکاح چی را میگن. ما نشنیدیم که نیمه نکاح اصلا چی را میگن، مراد از نیمه نکاح چیست. که اول ما را بفهمیم که نیمه نکاح چیست، در کدام بخش است که با جایز غیر ناجایز انسان بفهمه. وقتی که نبفهمه انسان مجبور است که بگه نمیفهم. اما نمیفهم بهتر از اینکه از خود جواب چیده بهتر. یعنی در فرق اسلامی چیز را به نام نیمه نکاح نخواست؟ نیمه نکاح ما چیزی را نمیفهم. ما یک نظر برتان بگویم. بله. اگه اجازه باشه؟ باشه نوبت هم میرسه دکتر صاحب صحبت هم بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد اسماعیل لبی بلخی تخلص میکنم و معاون علمی وسیع تحصیلات عالی سلام هستم. فهم ما از نیمه نکاح گرچه اصطلاحی شاید کابل و شهر کابل باشد، در جاهای ما شبیه از دیگه یک چیز رواج داره که دستمال میتن بر اول و در اونجا عقد نمیشه، ایجاب و قبول نمیکنند. فقط یعنی معنایش است که یک به نام لفظ دادن یا به نام دستمال دادن یا به نام قند دادن همی رقم که یعنی یک چیز شد که دختر فلانی به بچه فلانی چیز شد، نامزد شد. این همی اگر قضیه نیمه به نیمه معنا باشه این یک چیز داره، یک به اصطلاح جواب داره، یک رای حل. و اگر این که نکار ما به هیچ ایسی یک عقد شرعی و اسلامی که در اونجا دارای ارکان است، دارای شروط است و چی است که رکنش ایجاب و قبول است، اگر به این چیز کنیم خب این اصلا تجزیه نمیشه مسئله نکاح و ایسی یک عقد تجزیه نمیشه که نیمش بگیم ایجاب شوه قبول باز گذاشته شوه که بعد زو بعد از چند سال پس چند ماه پس با صورت بگیره تا که ایجاب و قبول دو عقد نکاح به میان نبه عقد نکاح بسته نمیشه. بنابراین قضیه نیمه در ذات نکاح اصلا وجود نداره به این مفهومی که یعنی در اصل عقد تجزیه یا جزء داشته باشه که چیز شود، یا بگه که خیلی ایجاب و قبول شد مهر چیز شود جدا شود طرف، یا شهود در اون باشه. نه وقتی که ما نکار میگیم ایجاب و قبول است، شهود است و مهر است و این قضیه که این معنایش عقد تمام میشه. ولی اگر مثلا به این مردم نگاه مردم بگه که قضیه مسئله چیز است، تنها دستمال دادن یا قند دادن است و همین دختر به نام بچه شدن است، این گپ معنایش است که آلی این رو حساب ما هم بگیم صحیح نیست، خاطر از اینکه یعنی دختر معلوم نیست که آلی با این نکاحش تمام بسته شده با این بچه یا نشده. سوا انسان است، مرگ عارض میشه، بچه یا دختر یکی از طرفین میمره، با در صورت آیا مهری که داده چه واپس میشه، آیا عدت سر دختر حکم عدت است، مسئله دخول است، مسئله رفت آمد است، آیا محرمیت چیز است. یعنی قضایی است که بهتری است که اونمو قضیه شده وقتی که نکاح صورت میگیرد آغاز عقد ایجاب و قبول صورت بگیرد، نکاح بسته شود به شکل عام، بعد زوم مسئله مراسم عروسی یک ماه پس میکنه، دو ماه پس میکنه، پنج ماه پس میکنه، ولی ایجاب و قبول میاد، نمی دختر همسر از پسر میشه و در بینشان محرمیت حاصل میشه، رفت آمد در بین صورت میگیره. اگر یک طرف مرگ به احکام شریع سر زو طوری که در فقه اسلامی ما آمده است بسته میشه. ولی به قصد
شکلی نیمه نکاح کدام تعبیر خاصی که او در شریعت داشته باشه، در کتب فقه ما آمده باشه، یا از علمای ما، یا از ائمه مذاهب چیز قولی باشه، به این مفهوم فکر میکنه که در هیچ قاموس شما به نام نیمه نکاح یا نصف نکاح به عربی پیدا کردن میتونه. ما محمد بشیر نام دارم، استاد مدرسه دارالفاظ هستم و فقه را تا یک جای ما هم خواندیم، مثلا یعنی در معلومات دارم که نیمه نکاح خو هیچ وجود نداره، مگر در عرف و عادات مردم این تو یک سخن است که آل فرض کنیم مثلا همین پیشتر که دکتر صاحب فرمودن که مثلا در وطن این نیمه نکاح که مثلا یا میگن این مردم عوام این را تعبیر میکنه، مردم علما این تعبیر نمیکنه. به خاطر چی؟ عالم مولا را میگن مثلا که تو هم ایجاب و قبول بکو، مهر ما را تعیین نکو. به خاطر چی سخن که ما باز از این جای مثلا وجه ووجی یا چیزی که ما گرفته میتانیم او را ما گرفته باز نمیتانیم که نکاح عام تام شوه، مثلا باز ما او را گرفته نمیتانیم. این می یک عرف و عادت عوام است دیگه، هیچ چیزی در شریعت هیچ چیزی وجود نداره. ما خو نظر ما اینمی چیز است دیگه. خیر تقریبا تعریف نیمه نکاح خارج کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. علماء کرام، دانشمندای معزز اسلام حضور دارن، ما ترک ادب نکرده باشم، من تو محض یک بوده دیگه این موضوع تشریح میکنم. در طبیعت ما میبینیم که تمام چیز طبیعی همون تو زنده زنده است. اعداد طبیعی میگن، اعداد طبیعی یک دو سه چهار پنج نیم نداره، نیم نداره سیب، نیم نداره تربوز، نیم نداره، مثل اینکه عداد نیم نداره. بازو رو عداد کسری میشه، بازو ساخته بشه است که ما کسر هم جور میکنیم. حالی هم در اصول اسلامی گفتن که نداره، پس این ساخت بشر شد، نه ساخته ایست که جور کردن بین خود چهار تا گفته علمای دین. پس های کنید از نگاه عقل خود در کار پردیم کدام چیز طبیعت رو نیم جور کرده، خدا رو نیم جور کرده، هیچ چیز نیم نیست. ما میبینیم که اگر انسان تولد میشه، اگر حیوان تولد میشه، اگر نباتات میبینیم، نیم درخت نیست، نیم میوه نیست، هیچ چیز نیم نیست، همه چیز مکمل است. همه چیز که مکمل خداوند میگه همه چیز مکمل آفریده، پس که نکام است مکمل باید است نکام شود. وقتی کلیم نیمه در اینجا بسیار گپ است که یعنی افا میخواهیم که اینجا من بطر مثال نیم میره جازه میده کدام چیز یا از نگاه شرعی، از نگاه منطق، از نگاه عقل هیچ اجازه نیست. وقتی دیگه اگر بین از اینا نزدیکی میشه، اگر اولادشان با وجود میه او ناقص گفته میشه، او دیگه او را خیلی بگوید نیمه علالی نیمه عرامی، او تو خیلی برش بگویش. تشکر بگویم، سلامت باشه. خب دکتر سر، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالصبور فخری است، دکتری دارم در زبان ادبیات عربی و از 20 سال به این طرف هم سر و کارم با علوم اسلامی و امی مسائل است و تدریسم که میکنم در ثقافت اسلامی است و تا هنوز متاسفانه من هم میطوره که علمای کرام در اینجا تشریف دارم عمل فرمودن که چیز به نام نیم نکاح در شریعت اسلامی وجود نداره و من هم تا هنوز تا حدی که مطالعاتی که دارم در زمینه فقه اسلامی و نظر علمای امت اسلامی چه از معاصرین و چه از گذشته ها چیز به نام نیم نکاح نخوندیم. البته چیزی که عرف عامه مردم اگر چیز به نام نیم نکاح وجود داشته باشه، فکر میکنم که در شریعت اسلامی عرف عام مردم که اونا از نصیبی از علم ندارن، از علوم شرعی مخصوصا ندارن، او نمیتوند که معیار شود برای متباقی تمام جامعه و بنابرای کسانی که همچه نظری اگر داشته باشن، به خاطر از این که در این قضیه بسیار حاد و مهم است که مسئله نکاح که در واقع فرزندی که از انسان می آید، او اگر به نام نیم نکاح تعیینش بکنه که او فرزند در واقع حرام می شود، بنابراین باید چیز به نام نیم نکاح وجود نداشته باشه و باید کسانی که اگر از این اعتقاد هم دارن و اعتقاد خود باید تغییر بدن و فهم خود نسبت به اسلام و شریعت اسلامی تصحیح بکنن. همو قدر شو که می عوام و مردم بفهمانه خلاص. استاد محترم حجه صاحب صحبت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مخواجه اتق الله، تخلص میکنم صدیق، از فکلته ساینس رشته ریاضت فارغ هستم، فعلا در معلمین اصلاح وظیفه دارم. در رابطه با مسئله نیمه نکاح در جامعه ما تحت عنوان نیمه نکاح یا نکاح محرمیت رواج است که بیشتر اهل تشیع را
رواج دارن به نام نکای محرمیت، که نکای محرمیت میکنن که دختر با پسر یعنی بتونن اونا هم با هم یک جا بشینن و یعنی حتی هم بستر هم شده بتونن، ولی نه به شکل هم بستری که بعد از نکای اصلی میشه به حساب. این یک رواج هست در بین اهل تشیع که در اهل تسنن هم چی شده انتقال یافته. کی تضمین میکنه؟ او تضمینش خواه خب به هر حال ما دنبال تضمینش نمیریم، خب منتا نکای بنامه نکای نیمه نکا یا نکای محرمیت مروج است و او متاسفانه که باز در اهل تسنن هم این چی شده سرایت کرده و مردم به او آشناستن، یعنی دیگه از لحاظ شرع خوانه استاد همه فرمودن که وجود نداره. یعنی همچنان استاد رو میخواه که استاد محسن هم چیزی گفتنی داشته داریم استاد؟ بفرمایید. نام ما محمد محسن است، مسعود تخلص میکنم، حوزه اکادمی علوم افغانستان است. در این مورد از لحاظ وجوه شرعی و فقیش علمای کرام دکتر صاحبا ابراز نظر کرده. این موضوع رو گفتم که علمای کرام برادرای بزرگوار ما وجوه شرعی و فقیش بررسی کردن، ابراز نظر کردن، ولی من میخواییم موضوع رو از یک بود دیگه مطالعه کنم استاد. ویست که در همین سالهای اخیر ما ببینیم که تهاجم فرهنگی غرب در کشور ما هر روز پیشی میگیره و میخواید فرهنگ اصیل اسلامی ما و شما را بدوزن. ما ای تو فکر میکنم که طور که استاد خوجه صاحب گفتند در بین برادرای اهل تشیع شاید از سالهای بسیار قبلی هم این مروج بوده، ولی این سالهای اخیر چرا یک بار در بین کل جامعه شیوع پیدا کرده؟ ما ای تو حدس میزنم که این نوعی هست، تکنیک دشمن است، میخواید از این طریق امو آیدیا و مفکوری حقیقی اسلامی ما و شما را زیر پوشش خود قرار بدن و فرهنگ غربی خود سر ما و شما به شکل دیگه تعمیل کنن. مثل که امروز ما و شما میبینیم یگانه کشور در جهان که به برق است، برق کم داره، کابل ما و شماست، ولی 27 تا چینل تلویزیونی است. کدام منطق سالم، کدام عقل سایسی را قبول میکنن در کشوری که برق وجود نداشته باشه 27 چینل تلویزیونی برای بیرون کشیدن این جامعه افغانی ما و شما از راه دین، از راه شریعت و به عوضش تعمیل کردن فرهنگ های مفسد در این وطن است. یه خودش یک نوع از تکنیک های پالیسی و سیاسی دشمن آن موضوع است. محترم، ما وقتی که این موضوع را مطرح کردیم ببینیم مشکل از در کجا هست. اصلا از دیدگاه شریعت اسلامی یکی خطبه هست که وقت نامزاد میشن و بالای از این هیچ چیز قائم نمیشه و هر وقت جانبین میتونن این را فسخ بکنن، اما وقتی که نکاح میشه و در زمان پیغمبر هم بعد از خطبه مباشرتاً نکاح بودن، آنچه که در افغانستان رواج دادن به نام شیرینی خوری یا کوزده هست. این می شیرینی خوری و کوزده که هست ای اصل در شریعت نداره. این حال وقتی که میان اینا میگن که مثلا در نمی شیرینی خوری چی باید بکنیم، نیمه نکاح میکنن. این من نیمه نکاح معنای چی است؟ که نمی پسر میتونه که در خانه این می فامیل بره، مثل که گفتن نکاح محرمیت چطور است. این حال اینه باید دوستای ما بفهمن که وقتی که برشان گفته میشه تا وقتی که نمیفهمیدین خب نمیفهمیدین، وقتی که برتان گفته میشه مجردی که اگر در این وقت نکاح شد ایجاب قبول صورت گرفت ولو که مهر تعیین نشه، از دیدگاه فقه اسلامی کل استادا میفهمن، برای کلشان معلومات هستن، دکتر صاحب که در فقه تخصص دارن، لبیب صاحب هستن، اصلا خود مهر شرط نیست، شرط است لیکن محرمیس لازم میشه. یعنی در وقت نکاح گفتن مهر حتما شرط نیست. یعنی اگر یک ایجاب قبول میشه و حضور شاهدان میشه ولو که مهر گفتام نشه، مهر خود به خود اتومات میه و مهر مثل لازم میشه. خب اینا لیو که میگه مال نکاح میکنیم فقط مهرش میمانیم، خیلی همین قاعده را کجا کردن؟ اینی می در حقیقت یک بدعت سیه هست. اینجا الحمدلله حافظای قرآن هستن، علمای دین هست، دکتر صاحبا هستن و اینه می رویم در چندین عروسی و در چندین مجلس ششم و بالاخره اینه می رویم بسیار تاکید کردن و بالاخره این کار را کردن. یک روز برای ما یک کسی تلفن کرد میگه استاد محترم من یک مشکل دارم، برای ما چطور میشه حل کنیم؟ من رفتم چی گفت پس؟ گفت برای من نیمه نکاح کرده بودن ولی من رفتم از پیش من اشتباه شد، آل خانم ما حمل داره، یعنی همین نیمه نکاحیم، خانم خونه است، نامزاد ما حمل داره، آل ما این طفل چطور کنم؟ بکشم
زنده نگاه کنم. ما گفتم نه زنده نگاهش کو برو در بغل مولای مسجد پردو که بر تو نیمه نکا بسته کردن. همون نگاهش کنه ببین تو اینی حرام زادت. خیلی دیگه چی میگفتم برش؟ اینا خو این خو هر بدعت و هر بدینی و هر چیز نو که است اینا در این قسمت ها آن چی که در قرآن نباشه و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله نباشه این یک نوع بدعت و نوآوری است و ایجاد راه فتنه و فساد و گناه است. اگر این نیمه نکاح است و نکاحی درست نیست، برازی مثلا چله می پوشانه، چله پوشاندنش حرام است، دست دادن با نامحرم حرام است، ایساد شدن در پالای حرام است، فقط این یک راه جور کردن. یک نفر پرسان گفت که نامزاد شدی؟ گفت آه چی کردی؟ گفت نیمه نکاح. گفت خسر کردیزی؟ گفت وزم. گفت چی چنگ ازی؟ گفت 15 از شپی اول دمیاش چیز ما 15 از شپی آخر دمیاش ری. یعنی مکمل مای مکمل در خانه خسرش بود. از این خاطر من خواستم که امروز چون اینجا اکثریت علمای کرام وجود دارن و دکتر صاحبا هستن و متخصصین هستن، برادر عزیز سر یک نفری که مثلا خلاصه را یاد نداره، متن خلاصه را خوانده نمیتونه، 40 سال نماز داده الحمدلله رب العالمین درست قرائت یاد نداره، چطور سر از او اعتماد میکنه؟ اصلا باید سر کسای اعتماد شه که اونا واقعا علما هستن. اینه مال شما ببینید دکتر صاحب کلشان بگه میگه ما هیچ اصلا نیمه نکار ندیدیم. دین ای خود دین خود تنها رب دین اسلام خود برکت دنیاست. وقتی که مردم جلال آباد خبر ندارن، مردم کنر به نام نیمه نکار چیزا نمیشناسن. در کشورهای عربی ما هیچ کشور عربی ندیدیم که نیمه نکار باشه. این یک دفعه فقط در شهر کابل در این منطقه اینی خودش یک نوع بدعت است و الحمدلله این موضوع رو به خاطر از این مطرح کردیم. دلیلشان چی است که میگن چرا علما نگفتن؟ خود علما رو در وقت ظاهرخان هم که از بک زدن نمیمان، در وقت کمونستا خود علما رو میکشتن از بین میبردن، گپ زدن هم میتونستن. اینا رو متخصص از دکتر از فامیله هست. مثل اون روز من مسئله گوشت مرغ مطرح کردم، میگه این علمای دیگه عالم نیستن که نمیگن. ان شاء الله همین رئیس صاحب جمعیت اسلامی وعده کردن که کنفرانس در مورد گوشت مرغ خاط گرفتن و ان شاء الله کل مردم در کل ولایت از این موضوع خبر خاط کردن. جزاکم الله خیر. این معلومه شکل میکار صورت میگره کارش میکنه. خب نامشه نیبا بیم نامشه نیبا بیم احیانا چه قسم میکنن؟ ما که دیدیم امرای پدر دختر سوال جواب میشه، شاید تیدن میشه. احیانا امرای خیریت هست چطور هست؟ یعنی برای کی آده بودی و دختر تبرزی دادی و قبول کرده بودی به این شکل. احیانا شاهد روان میکنن. اینا اگر این نیمه نکاح هست خب مشروعیت نداره. اگر نکاح کامل است باز دوادی که آروسی میکنه دوادی ولیمه نان دادن اشم آباد یا دم آباد باز از سر میشینن، از سر شاید میره، از سر نکاح بسته میشه. شاید به خاطر تعیین مهر باشه. امی قضیه اگر امی به هر صورتش که باشه امی نکاح بسته میشه. امی پدر دختر که گفت که ما دختر ما داریم بچه دادیم و بچه خودش یاگش که قبول کرد این قبول شد. اینا اگر جدا بچه باید طلاق کنه، طلاق کنه. یعنی معنی ایش است که شرعن نکاح بسته است. اینا میفهمن یا نمیفهمن نامش نیمه میمانه اینا میمانه بسته شده. چرا امو پدر ولی هم است، وصی هم است، وقتی که نکاح خوب بعد تا با فضولی هم بسته میشه که یک نفر بیگانه هم بگه که من دختر فلانی رو برای فلانی دادم. اوی گم بریم و بچه و دختر برسه و دختر اردو قبول کنه نکاح بسته میشه. یک گفت دیگر روشن بزادن که نیمه نکاح بخاطر میگن که ایجاب قبول که میشه باز خطبه نمیخوانن. اینی که پروشن بسازن که خطبه اگه خوانده شد یا نشد نکام میشه. در کابلی رواج است که میگه خطبه خوانده نشد بزنیم نکام میشه. دا لکه دا پوهان سب چی ویل دا غشی ویل استاز محترم استاز سیدانوار، یعنی دا خطبه چی کم دا کلمات چی کم دی اگه سنن دی اصلا که دا ایجاب و قبول چی دی دا ارکان دا نکاح دی چی وی چیز یو راغلی چیز غوارم تا ایسر اخپلوی که کم دا زمان دا ستاسی لور زمان دی زوی تراکا او آقا ورته وی چی بس ما ستازوی تلور دار کرده و شایده نظیری بس نکاح و تدل شو خدا زره. اصلا که دا نکاح چه کم دا الفاظ شریع الفاظ دینی ما نکاح و دی که تصرف کول دا اصلا درست نده. بدات ورته وی ناجایز کار ورته وی زکر دا شریع استلاحات دی باید اماغا چی شرعی شد شرع چه در پار وزا کلی وی اماغا حدودو که بید استعمال شی. نکاح هم دا غیت وی چی دا غی که خپل ارکانی ایجاب و قبولی پکی اهلیت پکی د متعاقدانو کی په عاقدانو کی اهلیت عقد د نکای او هغه دغه محل دغه وی د عقد وی مثلا معقود علیه چی دواړو طرف ته دا هغه شروط او ارکان کله چې متحقق شي نو هغه ته به نکاح ویل کی
نکاح چې وشنو بیا غی کی نیمه نکاح او دا نکاح پکې نشته دا شری اصطلاح ده نکاح بس نکاح ده نیمه نکاح پکې نشته دی بعد هغه نکاح چې د سره لپاره موضوع ده هغه باید دغه شي ده په هغه ځای کې باید استعمال شي. یا مسئله دیگه دکتر صاحب، مسئله گشتاندن قرآن در دوره های اسقاط است. یکی مثلا اسقاط چیچه داره و رخمه شادم سرش تحقیق میکنن امی خود قرآن از ایموشان در این دوره گشتاندن یعنی میکنم چیز مشروعیت داره دکتر صاحب. علما گفتن که قرآن کریم قیمت نمیشه که او بینیسی متا گشتان شد. دوم ایست که او یک نوع به حرمتی قرآن کریم میشه که او را و بعدم باید که بگیره ای بسات خودش مشکل است. بنان گشتاندن قرآن کریم بین ما در تاریخ دینی خود ایچونین سلسله را نداشتیم. یعنی در وقت صحابه کرام، وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حتی ائمه کرام ائمه ابو حنیفه رحمه الله در مسانید انسان ببینید این عادات وجود نداشته. ولی پیشتر هم کسی از دوستا قاری صاحب اشاره کردن که ما مرده خود که گور میکنیم به اساس شرعی گورش نمیکنیم، به اساس عرفی او رو گور میکنیم. از وسط پرسیده نمیشه، از قرضش پرسیده نمیشه، از مکلفیت ایمانیش پرسیده نمیشه، از فدیهش پرسیده نمیشه. صرف همیست که به سر اسقاط خیلی جریع حرکت میکنیم. درست است که ما مصالح اقتصادی خود در قضای دینی مقدم ساختیم به اصل دین. ای خودش یک خلل بزرگ است ما باید تصحیح بکنیم. ای گشتاندن و نگشتاندنش مسئله است که باید انسان حرمت قرآن کریم دیده سر از قضیه فکر جدیدتر بکنه که خدا نخواست ما به وجه که برکت به دست بیاریم و خود را گناهگار نسازیم. یعنی شما گفتین که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه کرام و ائمه فقه اسلامی امام اعظم ابو حنیفه با شاگردانش امام مالک، امام شافعی، امام بالک و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی اجمعین، یعنی در وقت ازیا چیزی به نام گشتاندن قرآن در دوره اسقاط وجود نداشت. دکتر صاحب تاسو وای چه در قرآن گرزول بده که دات اصل لری به شریعت اسلامی که گوره استاد ستاسی در یو لرده چه مسائلو پختنه که وش در طول یعنی واقعیت دی زینو پا افغانستان که بلغت پایمانه سر رواج مندلی دی کنه. اصل که خبر داده چه دغا دسی زینی بدعات ترویج شوی دی یا دغا شوی دی دا دی قریص ابدیر وخه خبر را اکلامخ که چه خبر داده چه داشان خونشت دی خوز دا هم خلق پو هول پکار دی خوز دا پیو حکمت سر پو هول پکار دی دا یو حوصله غواری ستاسی خونده که فازل خلق کوله چی دا حوصله خلق نو دیتا بزره نتنگی کوشش بکیه دیتا امحان لپارا با خلق کم پوی که دا غسی علمی مجالس و ندوات بم جوڑه دا غب هم جوڑه دا زینی فقی کتابونو که دا شان را غلی دی منگو تا سی پویو گو چی مجتهد خور رسولی دا مجتهدین رو طول خبر دا چی حق تم رسیگی او خطا کیگی. زینی فقی کتابونو که زینی هیل ذکر دی چی پا متاخیرینو که ذکر دی چی دا امت جمهور علماء اگه چی موسوق علیه دی اغی دارد کردی دی پا خپل وقت سرا او البت اغیم چی دا هیل ذکر کردی دی هیل ذکر کردی دا اسقاط چی دا غی دا هم دا فقراء و لپاره ذکر کردی دا خو اغا دا فقراء هم دا غنه دا پا شریعت که ندر آگلی تو شاید چی دا کتاب الله و دا سنت رسول الله نا دا غی او شرعی مسند و نلری حتی اجماع باید مسند و لری کتاب الله مسند بی دغه چې هغه یعنی قطعی الدلاله نوی مثلا طبعا قرآن کریم خو ټول قطعی ثبوت دی خو هغه دلالت قطعی نوی مثلا څو وجوه لري نو په هغې کې کله اجماع فیصل وي او اجماع د اجماع مسند هغه آیت وي یا یو حدیث وي خبر واحد وي اجماع پې د امت وشي بس هغه فیصل وي او داسې او یا هغه اجتهاد هم چې وي هغه مستمد وي د کتاب الله او سنت رسول الله نه او داسې چې د ځانه خلق په دین کې دغه کوي خو بیا د دین نه به یو بل شی جوړیږي دا د اسلام د دین یو معجزه ده چې دا الله جل جلاله په هر وخت کې داسې علما هم ورته پیدا کوي دغه هم ورته پیدا کوي نه خیر نه ګرځول به دوره د اسقاط ژوند چې دا بدعت دی دا چې څومره معلوم دی دا شرعي اصل نه لري او دغه نه لري متاسفانه چې ترویج شوی دی ما بجز شما ګورم سه نظرات کوم تاسو خپل نظر وایسته د قران ګرځول فقط د اسقاط پرې دی د قران ګرځول اول د غلبای نه یوسف د قران ګرځول اصلا خدای سي دې چې قران عظیم شان خدای سي آسماني کتاب دی چې دا د برکت نه ډک کتاب دی خو
خود برکات هغه طریقې معلومه چې څنګه برکات واشه دا په دې ګرځولو باندې د سر په سر نیولو باندې او یا د هغې د لاندې تېرېدلو باندې دې به انسان ته برکات نه حاصلېږي او نه په دې باندې هغه متا چې د دې لاندې پرته ده د هغې هغه بزرګي او غټوالی پرې راځي. اصلا خبره دا یو مهم ټکی دی چې سړی ورته باید دلته اشاره وکړي، هغه دا ده چې دغه د مانځه فدیې چې دا خلک اصلا د منځونو د فدیې خبره کوي، زیات خو د روژې فدیه خو یو یقیني شرعي خبره ده چې هغه فدیه وجود لري. خپله د مانځه کې د منځونو نه فدیه ورکول دا هم شرعي اصل نه لري چې د منځونو نه د سړی فدیه ورکړي او دغه سقات پیسې دې په دې خاطر باندې دلته واچوي چې چا نه که څه منځونه قضا شوي نو د هغې فدیې دې په دې باندې ادا شي. امام محمد رحمه الله ته دا قول منسوب دی او هغه هم په انشاءالله سره یوه خبره کوي. هغه وایي چې دغه پیسې که د فدیې د مانځه کې سړی ورکړي نو کیدای شي الله یې ته قبول کړي، ولې حقیقت دا ده چې جمهور علماونه صرف د فدیې په نوم د شی هغه صرف د روژو په رابطه نقل دی او د دې په رابطه ثبوت لري. بیا دغه حلقه کول او دغه دورې کول دا په علماو کې پخواني علماو کې بیخي سره وجود نه لري، هیڅ علما په دې باندې قول نه دی کړی او دغه متاخرین رستنی علماو کې چې کوم د حلی خبر مخکې ډاکټر صاحب وکړله هغې دپاره هم کوم شرعي ثبوت نشته. نو فلهذا دغه زه د قرآن بې حرمتي ګڼم او زه خو دې په کلکه باندې دا ردوم چې دا بیخي ناروا کار دی او ډېر حرام کار دی چې باید سړی ونیږي. ما در قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اسکه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرما ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، دو چیز در میان شما گذاشتم تا زمانی که بیدو چنگ بزنید هیچ گاه شما را گم نمیشوید. و باز پیامبر میگه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کسی که در دین ما چیزی نو از خود پیدا کند او مردود است، قبول هم نیست. وقتی که قبول نیست ما اولی که به نام اسقاط چیزی که داریم این چی را به ما ساقط می سازد؟ آیا می جماعتی که ما داریم به طبق می دوره که می کنیم امی دوره امی دوراتی که ما می کنیم آیا این دوره بر ما گناه های ما را ساقط می سازد یا نمی سازد؟ این حیله ها تنها در این دوران نبود است، بلکه زمان های پیش هم می رویم. در کتاب تاریخ ادیان کسی نوشته می کند سابق که از دوران بوزایان پیشتر می گوید مردمی بودند که مردم یک منطقه بزرگان شلقه می سنن جمع می شدن، باز اونا گناه یک انسان هم میگرفتن برای حیوان میدادن به او حیوان هم میکشتن، مجموعی یک شکل جور میکردن گناه یک انسان انسان میگره برای انسان میداد برای حیوان میداد، یا مجموعی شکل جمع میشدن باز گناه یعنی انسان را میگرفتن به یک قایق کشتی میدادن کشتی را در میدادن انسان هم میگه تو پاک شدی خلاص، معناش این که انسان ها انسان را بخشیدن. به این طرف پس میم که به طرف یهودیت ما میایم. یهودیت اینا در چیز خود در اون معبدی که دارن در کلیسای خود دارن به نام سکه کل غفران چک میتن چک بخشش، اونایی که پیش ملاش میره گناه خود اعتراف میکن برو میگه من تو را بخشیدم، خط برش میده که تو را بخشیدم، انسان انسان هم میبخشد. بعد طرف عیسویت ما میایم، در عیسویت هم به نام تغمیز چیزی دارن، تعمید چیزی دارن، ویسمه هر کسی که میره پیش امون ملایش اعتراف گناه خود را میکنه کمی آب را به سرش میندازه یا دستش با آب غوت میزنه و میگه که من تو را بخشیدم. و حال آمدیم در اسلام در ببینیم که ما دین را که میگریم منشایش قرآن است و سنت است، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی ثابت نیست به این نامی که بنام دور اسقاط باشد یا بنام اسقاط چیزی باشد، از صحابه خلفای راشدین چیزی ثابت نیست، از صحابه کرام چیزی ثابت نیست، از چار امام از اینها چیزی ثابت نیست، بلکه آدمی به مو قرون خیر القرون چیزی ثابت نیست. این در ذکر میشه که در فتاوای سمرقندی از کسی نقل میکند، وقتی که ما سلسله را میبینیم میگه به فتاوای سمرقندی، فتاوای سمرقندی حواله میداد به کتاب فتوح البلدان و فتوح البلدان ما زول تا آخر خانم هیچ چیزی وجود ندارد، چیزی وجود در اون ندارد و چیز و الفاظی را که در اونجا بخوان کلمه دوران می آید، کلمه چی که لفظ عربی نیست که کنم کسی از خود جور کرده در اینجا ورده است. این سلسله را چی جور کردن؟ باید ببینید در دوره برای ما شما چه میکنن با این قرآن، این قرآن خورایی که قرآن چه قسم میکنن، قرآن پیش میکنن، این قرآن کلام الله است،
ای کلام همون ذات پاک پروردگار است. ای اهمیت زیر کسی میفهمه که به پروردگارش ایمان داشته باشد. ای قرآن میگره شما زیر دی پول میمانند. با صرفت پول ای حیله چل امید که یخادعون الله یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. مخادعه با الله میکنن، با پیامبر، با مسلمان ها میکنن، جز خود دیگه کسی فریب نمیدن. به این قرآن که میگه چه میکنن؟ میگه تو را به این قرآن قسم در مقابل این پولی که در این جهت گناه صغیره و کبیره میت را قبول کردم، میگه بلی آن قبول کردم، پس به من بخشیدم، به تو بخشیدم. امیر پول به کذبتی او را که یک دفعه گرفت شد بخشش، این تو چه گفته میگری؟ پس میگه العاید و فی هبتی کالکلب یعود على قیه. کسی که به موچی سگی که قی میکنه پس دوباره او را میره میخوره که بخشیدی با او را دوباره با او میبخشه میگره با او میبخشه میبخشه. برای یک فقیری که بخشیدی، خب بخشیدی خلاص بانکمون بخوره بیچاره. ای اصلا اساس در شریعت ندارد، در چیز ندارد. ای که ای کسایی که بنام متأخر آمدن گفتن که ما متأخرین هستیم از خود جرمه، این دین است. دین بدست ما نیست. اگر ما چیزی بگیم حلال است و حلال شود، اگر چیزی بگیم حرام است و حرام شود، اگر چیزی بگیم عبادت است و عبادت شود. نه آیا اگر کل دنیا یک طرف شد شراب نامش دیگه چیز بانم بگیم حلال می شود؟ نمیشه. به گپ مردم این چیز خود جور نمیشه. دکتور صاحب پیسر اشاره کرد که حتی اجماعی که ذکر میکنه اجماعی بعد مستندش دلیل بوده باشد. دلیل که مستند پیدا شد او اجماع مقبول است. اما کدام اجماع را علما قبول که علما میگن که اجماع علما باشد؟ علما هم علمای مجتهد. حالا ما هر کسی هر جایی که در هر منطقه که چند ملایی که پیدا شد از اصلا از قرآن عاریز، از حدیث پیامبر عاریز، حتی از فقه عاریز، باز اون میگه که ما فتوا میدم چند فتوا را جمع کردیم. با فتوا چیزی جور نمیشه. آه تو بیار بگویم قول امام ابو حنیفه را بر ما بیار که ببینیم کونا و راستی مجتهد بودن، اجتهاد کردن در مسائل دین، اجتهاد کردن. و اصلا کلمه مذهب که ما میگیریم همی چی است؟ او میگه یک سلسله مسائلی است که امام او را استنباط کرده. امو مسائل استنباطی امام را که منصوص در قرآن سنت نیافتن استنباط اون مذاهب شاند دیگه. خو هر یک شمید که ببین مصادر چی است؟ قرآن است. مصدر چی است؟ سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. مصدر چی است؟ اقوال صحابه یا اجماع صحابه. بعد از رجوع به قیاس میکنه اون عالم. ما وقتی که میبینیم عالمی بنام چی داریم حلقه ای که دوره میکنن، دوره قرآن، اساس شریع اصلا وجود ندارد. ای که خود فریب میدیم کار دیگری است. باز توهین برای قرآن است. کلامی اللهش ایودی که بدو احترام قائل باشی او را توهین میکنی. با تو بخشیدم، تو با تو بخشیدی. بالاخره او را قسم هم میتی، با این قرآن او را قسم میتی، پول میتی، پس او پول از پیش میگیری. یه دیدگاه شرع بلکل جواب ندارد. وی حرام است، بلکه بدعت است، بلکه کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی انسان